استرس و پیش زمینه فکری که از سیستان و بلوچستان داشتم، بالاخره تصمیم گرفتم سفر کنم، اونم تنهایی. سلام علیکم آقا. امشب الان تو این تایم یه تیپ بلوچی زیبا اگه اشتباه نکنم یک کوچولو اومدم خلوت کنم. امروز دیروز و پریروز خیلی تحقیق کردم راجع به این که اصلا ببینم زایدان چی جوریه، اصلا قراره چه اتفاقی برام بیفته، از آداب و رسومشون و فلان اینا حسابی تحقیق کردم. خیلی استرس دارم چون هر کی بهم زنگ میزنه میگه که نرو اون سمت و اینکه تنها نرو دیگه، تنها نرو، ولی من میرم الهی به امید خودت. و اینکه دارم وسایل رو الان جمع و جور میکنم که فردا صبح بلیط اوکی کردم برای سمت، یعنی انقدر استرس دارم که برا سمت دارم میرم سمت شیراز، بریم ببینیم چه خبر میشه دیگه. احساس میکنم که کلی چالش دارم، کلی داستان دارم. رفتنی رو اتوبوس میرم و اونجا هماهنگ میکنم با بچه ها که ببینم اگه شد که هاست بزنم و الهی به امید خودت. اینجا هم که دیگه ترمینال زاهدان و همه چی عالی و خوب، بریم ببینیم چه خبره. خیلی ها بعد از اینکه از سفر اومدم یا در حین سفر ازم پرسیدن که آسیبی ندیدی، اذیت نشدی یا ناامنی به وجود نیومد برای تو، ولی من باید بگم که نه، و بهترین سفرم سمت سیستان و بلوچستان بود. حالا چرا؟ دلیلش اینه که هر وقت که ما قصد سفر داریم، چه حالا توی شهرهای کشور خودمون چه بیرون از کشور، ما باید یه سری چیزها رو رعایت کنیم. بر چه اساس؟ اینکه یه کوچولو قبل از مسافرت کردن تحقیق کنیم راجع به آداب و معاشرت، راجع به آداب و رسوم اون شهر یا اون کشور. اینا رو میگم به خاطر اینکه وقتی که ما وارد اون شهر شدیم خیلی میتونه به ما کمک کنه. خب اینم یه بازار سرپوشیده دیگه. یه کوچولو بریم جلوتر فقط ببینیم دیگه چه خبر. آقا این شلوار اگه بخواین هم هست. تا اون ته بازارو به به به، هرکی دوست داره بیا این بره بازارو. مثلا من وقتی وارد استان سیستان و بلوچستان شدم، چون میدونستم که اونجا تعصبات خاصی روی یه سری رفتارها و پوشش دارن، سعی کردم روزهایی که اونجا هستم و دارم تنهایی توی خیابونها یا یه سری جاهای تاریخی یا دیدنی رو دارم میرم میبینم رعایت کنم. چرا؟ چون که جلب توجه کمتری داشته باشم، هرچند که با هر پوششی که باشی بازم تشخیص میدن و متوجه میشن که تو برای اونجا نیستی. و چقدر خوبه که با آداب و رسوم فرهنگ اونجا بیشتر احترام بذاریم و این باعث میشه که خودمون بیشتر احساس امنیت بکنیم. بنابراین توی سیستان و بلوچستان هم مثل شهرهای دیگه اگه یه سری چیزا رو رعایت کنیم، قطعا هیچ مسئله‌ای برای ما اتفاق نمیفته و خیلی راحت میتونیم توی خیابون قدم بزنیم، جاهای دیدنیش رو ببینیم و کلی لذت ببریم. چرا که مردم بسیار مهمون نواز و مردمداری دارن و خودشون به این معتقدن که ما مردمداریم. و اگه کسی رو ببینیم که اونجا مهمون باشه و یا اینکه بخواد جایی بره، هتلی بگیره، هاستلی بگیره، ما سعی میکنیم اونو بیاریم خونمون، بهش احترام بذاریم، مهمون نوازی کنیم و راهی خونش و شهرش کنیم. Thank you.
میگم ما قبل از اینکه وارد یه شهر بشیم قبلش یه سرچ ساده بکنیم، یا اینکه وقتی که وارد اون شهر شدیم از اهالی بومی اونجا، دوستامون، راجع به اون شهر، راجع به نقطه های اونجا، خیابوناش حتما سوال کنیم. چرا که یک سری نقطه های، یه سری جاها، یه سری خیابوناش، یه سری اماکنی هست که ما نباید بریم یا تنها نباید بریم. و برای خودم دقیقا همین مسئله پیش اومد. من توی سیستان و بلوچستان یه نقطه‌ای رفتم که واقعا ترسیدم و برای چند دقیقه احساس امنیت نداشتم و نزدیک بود دچار داستان بشم. و بعد که اومدم از دوستام سوال کردن، واقعا تعجب کردن که چرا اصلا برای من اتفاق نیفتاده و به خیر گذشته جورایی. حتما قبل از ورودمون سوال کنیم که خدای نکرده دچار مشکل نشیم، ولی و اینکه اون موقع ما یه خاطره بد برای خودمون نسبت به اون شهر یا اون کشور به جا میذاریم و این باعث میشه که وقتی از ما بپرسن امنیت چطوری بود، ما بگیم نه اونجا اصلا امنیت نداشت، در صورتی که این به خاطر عدم آگاهی خودمون بوده و این باعث میشه که ما اسم ناامنی رو برای اون شهر بذاریم. اینا چوب ارجنه؟ درخت چی کارش میکنن؟ آها، برای دندون. و اما راجع به هزینه ها و اقامت کردن، همینجوری که میدونین ما کلن کم هزینه سفر میکنیم و اونجا مهمون بودم و هاست زدم. ولی اما اگه شما بخواید سفر کنین، هم با اتوبوس میتونین سفر کنین، قطار و هواپیما هم زابل، زاهدان، چابهار داره و به راحتی میتونین با پرواز سفر کنین. و در مورد اقامت، هم هاستل داره، اقامتگاه داره و هتل داره که میتونین خیلی راحت ازش استفاده کنین. بنابراین استان سیستان و بلوچستان هم مثل همه شهرهای دیگه، و اما این بستگی داره به خود شما که چجوری میخواین سفر کنین، لاکچری میخواین سفر کنین یا مثل ما کم هزینه. و باید بگم که یک سری جاها هم هستش که خیلی زیباست و حتی امنیت داره که میتونین برین اونجا کمپ کنین. خیلی از من پرسیدن که چرا سیستان و بلوچستان رو انتخاب کردی برای سفر. باید بهتون بگم که سیستان و بلوچستان واقعا بی‌نظیر بود. اون از چابهار و دریای فوق‌العاده قشنگش و از زاهدان که کلی جاهای دیدنی داشت و از زابل بی‌نظیر که من حتی فرصت نکردم همه جاشو ببینم. ولی شهر سوخته رو اگه شنیده باشین که یه جای خیلی قشنگیه و یادآور کلی از داستان‌های تاریخی ماست، که چقدر خوبه که هر کدوم از ما بریم و جاهای تاریخی و دیدنی ایران زمین خودمون رو ببینیم. و اما از مردم بی‌نظیر و مهمون نواز سیستان و بلوچستان، واقعا انسان‌های بی‌نظیری هستن توی مهمون نوازی و مهربونی، ولی ما باید سفر کنیم باهاشون برخورد داشته باشیم تا متوجه بشیم که اخلاق و رفتار و برخوردشون چجوریه. اینو باید از نزدیک ببینیم تا بتونیم بیشتر باهاشون آشنا بشیم. لباس زیبا که تنمه یه هدیه است از طرف خانواده دوست خوبم توی چابهار، که اون زمانی که توی چابهار بودم مهمونشون بودم و کلی به من خوش گذشت، که توی ویدیوهای بعدی مفصل راجع به تک تک شهرهایی که من رفتم و سفر کردم بیشتر صحبت میکنم.
سفر به این استان رو داشتین و سوالی توی ذهنتون بود حتما توی کامنت ها بپرسید، منم در حد توان و تجربه‌ای که دارم جواب میدم که بتونین یه سفر خوب و به یاد موندنی از این شهر داشته باشین. لایک و کامنت و سابسکرایب یوتیوب فراموش نشه، چون باعث دلگرمی ما میشه و ما میتونیم شهرهای بیشتری رو سفر کنیم و از تجربه هامون به اشتراک بذاریم. من فاطمه‌ام و اینجا گیتی گپ، هم رکاب ما باشین.